موزل خرید کابل شارژ یه چیزیه که همیشه باهامونه. حالا این وسط باید خیلی هم مراقب باشیم اون کابل شارژی که داریم می‌خریم حتما اصل باشه. یه موقع بهمون فیک نندازن. اول از همه بذارین یه پیشنهادی بهتون بدم. اگه کابل شارژتون خراب شد، نرین تو بازار دنبال کابل شارژ اصلی همون برند بگردید. چون احتمال اینکه کابل شارژ اصلی سامسونگ یا اپل یا هر برند دیگه‌ای رو بتونیم پیدا بکنین خیلی کمه. در حال حاضر کلی برند معتبر توی بازار هست که کارشون تولید لوازم جانبی موبایل با کیفیت بالا و استاندارد، مثل موشی، انکر، بیسوس، اوریکو و کلی برندهای دیگه. اینا رو میشه از اصل بودنشون مطمئن بود. توصیه من بهتون اینه که حتما کاب یا شارژرتون رو از فروشگاه‌های معتبر خریداری بکنید. اما میرسیم به این که برای تشخیص فیک یا اورجینال بودن یک کابل شارژ از کجا باید بفهمیم. یه سری نشونه ها هست که بهتون میگم، اگر هم شما بجز این چیزایی که گفتم چیزی رو بلد بودین حتما توی کامنت ها بنویسین. به طور کلی کابلای فیک کیفیت ساخت پایین‌تری دارن. لوگو یا املای برند توی محصولات فیک یا محصولات اصلی متفاوته. مثلا میری کابل سامسونگ بخری روش نوشته سامسونگ. مدت زمان شارژ گوشی با کابلای فیک طولانی تر از کابلای اصلیه. نوشته های روی شارژرهای اصلی به راحتی و با کشیدن ناخن پاک نمیشن. در مورد کابلای لایتنینگ محصولات اپل، سر کابل لایتنینگ رو حتما نگاه کنین. نکته اول، پلیت های روی سر کابل همه باید عین هم باشن و زاویه های تیز یا متقارن نداشته باشن. نکته دوم، اندازه های سر کابل لایتنینگ همیشه 7.7 میلیمتر در 12 میلیمتر. نکته سوم، جنس محل اتصال لایتنینگ متالیک و خاکستری، براق سیاه یا براق سفید نیست. توی یو اس بی اپل هم یه سری نکته ها هست که بهتر بهش توجه کنین. اول اینکه توی کابلای یو اس بی اصلی اپل چفتای روی USB زوزنقه این و فاصله شون از دو سر USB برابره، قرینن، در حالی که توی کابلای فیک این چفتا یا زوزنقه نیست و مستطیل یا قرینه نیستن. سوم، سطح USB اورجینال نرم و صیقلیه و یه دسته، ولی توی USB فیک سطح USB یک دست و صیقلی نیست. چهارم، توی کابلای اورجینال بخش عایق USB کاملا یه دست و تخته. برای کابلای اندرویدی هم تقریبا مواردی که گفتیم مثل جنس اتصالات و کیفیت ساخت صدق میکنه. برای شارژرهای اندرویدی توی مثلا شارژرهای اصلی سامسونگ حتما کلمه ادپتیو فاست چارجینگ رو باید کنار لوگوش هک کرده باشن. اگه تجربه خرید کابل شارژ فیک رو داشتین حتما تجربتون رو توی کامنت ها بنویسید.